برق بیت آیت الله العظما شیرازی هنگام سخنرانی سالانه در جمع مبلغان دینی در آستانه ماه محرم الحرام قطع شد در پی این اقدام حتاکانه و پس از ضبط پاسپورت فرزند مرجع عالی قدر و ممنوع الخروج شدن ایشان مجموع رسانه امام حسین علیه السلام بیانیه صادر کرد که با هم میشنویم مقامات امنیتی ایران یک بار دیگر در نقض آشکار بر حقوق بشر و موازین بین المللی با بازداشت فرزند مرجع عالیقدر جهان تشیع حضرت آیت الله لزما سید صادق حسینی شیرازی در فرودگاه بین المللی تهران در روز یکشنبه دوم مرداد 1401 و ممانعت از سفر ایشان به خارج از کشور و همچنین بیادبی با قطع برق منزل معظم الله هنگام ایراد سخنرانی سالانه در آستانه ماه محرم الحرام که حاوی ارشاداتی راجع به تعظیم شاعر امام حسین علیه السلام و دفاع از آنها بود نسبت به مقام مرجعیت شیرازی حد که حرمت نمودند این گونه رفتارها از سوی نظام حاکم یا کسانی که با آن در ارتباط می باشند نشانگر این مطلب است که اینان ارزشی برای شاعر حسینی و احیای امر اهل بیت علیهم السلام قائل نیستند تا جایی که عمدن اقدام به چنین کارشکنی هایی می کنند. مسئله ای که جهانیان باید از آن مطلع باشند این است که نیروهای امنیتی ایران علاوه بر اینکه مانع از سفر فرزند آیت الله سید صادق حسینی شیرازی شدند بلکه ایشان را به قید شرطهایی خارج از عرف و قوانین بین المللی آزاد کردند که من جمله این شروط اجبار مرجعیت شیرازی به ترک سخنرانی درباره دفاع از شعائر مقدس حسینی بوده است و هنگامی که آیت الله سید حسین شیرازی بر این امر گردن ننهاد مزدوران جرأت کرده و اقدام به قطع برق بیت مرجعیت شیعه هنگام سخنرانی ایشان نمودند از این رو مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام این اقدام قبیه بی شرمانه و غیرقانونی قانونی حکومت ایران را که دست درازی به آزادی فردی و سلب حقوق قانونی و بین المللی افراد است محکوم می کند و چنین رفتاری نشانگر بی شرمی نظام حاکم به ویژه نسبت به مرجعیت مستقل و مردمی شیعه می باشد و برای جبران این اقدام لازم است از این عمل بیزاری جویند و افراد یا گروهی که مرتکب این عمل زننده شدند و نسبت به مرجعیت شیرازی و بیت معظم الله تعدی نمودند از ایشان عذر خواهی کنند و متعهد شوند که دیگر معترض خاندان شریف شیرازی که تمام عمر خود را در راه خدمت به اهل بیت علیه السلام و دفاع از شیعیان و حقوق آنها صرف کردند نخواهند شد. اراده حق تعالی و حضرت خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله بر این تعلق گرفته که شعائر حسینی همیشه برجسته و ارزشمند بمانند و نهزت فرزند بزرگوارشان حضرت امام حسین علیه السلام علا رقم همه زورگوی های حکام جور و کف و گمراهی ها پا بر جا و استوار بماند هرچند مورد پسند ظالمان و کافران نباشد. مجموع رسانه امام حسین علیه السلام، شهر مقدس کربلا، پنجشنبه، شنبه، ششم مرداد سال 1401